این مسئله حکومت ببینید اساس تشیع بر اینه که حکومت دست امام معصوم علیه الصلاه و السلام باشه، اما غیر دست غیر معصوم باشه ما هیچ حدیثی نداریم و یک حدیث نداریم از ائمه هدا علیه الصلاه و السلام که حکومتی که در مثلا در عصر غیبت، چون ائمه علیه السلام که میدانستن عصر غیبت طولانی میشه، اونها علم دارن تا روز قیامت چه اتفاق میفته، یک حدیث ما نداریم که ائمه هدا علیه الصلاه و السلام فرموده باشند که شما بعد از این که امام عصر علیه السلام غیبت رفتن بله غیر معصومین این چنین حکومتی تشکیل بدن. اصلا ما از احکام حکومتی اصلا در فقه شیعه، در مذهب شیعه، این نمیگم که فقها ما نگفتند، نه اصلا در مذهب خود ما نداریم، نداریم اصلا. این یک بدعت، یک مطلبیه که عده بی سواد ناآشنا با کلام ائمه علیهم الصلاة والسلام داخل گفتمان مذهبی اصلا. یعنی شما حالا بحث فقها سر جای خودش که فقها در کتابهای خود چی گفتن، فقها که متذکر نشدن که حکومت اسلامی چی هست، چی شرایطی دارد، شرایطی هست. این سر جای خودش که فارغ هستیم که فقها مطرح نکردن، ائمه هدا علیهم الصلاة والسلام هم بیان نکردن که حکومت اسلامی چی هست، چگونه شرایطی دارد، چی کار بکند، چی کار نکند، چگونه مثلا چند وزارت خانه داشته باشد، نداشته باشد، ریاست جمهوری هست، انتخابی هست، اصلا حکومت اسلامی چگونه است، هیچی نداریم. میدانید بینندگان عزیز من، لذا ائمه هدا علیهم الصلاة والسلام اصلا ما در فرهنگ علمی شیعه در آن چیزی که از اهل بیت علیهم الصلاة والسلام به ما رسیده چیزی به نام حکومت ما اصلا نداریم که اوامر ائمه علیهم السلام باشه. در رابطه تعامل شیعیان با حکومت ها چگونه باشد ما داریم، این است که فرمودن که شما کاری با حکومت ها نداشته باشید، قیام نکنید، خروج نکنید، بله تا وقتی که امام عصر علیه الصلاة و السلام خودشان قیام کردن، اون وقت که ظهور کردن خودشان حضرت حکومت تشکیل میدن و هر کاری لازم باشه خودشان انجام میدن. این از احکام مخصوصه ائمه هدا علیهم الصلاة و السلام و اصلا اساس تشیع بر همینه. یعنی ما که میگیم جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باید معصوم باشد، چرا میگوییم؟ میگیم که جانشین امام، جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سه کار انجام میده. یکی حفظ دین، خود دین را حفظ میکنند که مردم بدعت داخل دین نکنند، نماز دو رکعت سه رکعت نسازند، زانی باید مثلا رجم بشود، این قانون را چون هوای مردم میخواد که اینا تغییر بشه. در شریعت حضرت عیسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام گوشت خوک حرام بود، مردم خواستن که گوشت خوک، میل کردن که بخورن، گرفتن کتاب را عوض کردن، گفتن گوشت خوک جایزه، شریعت را حفظ. ثانیاً شریعت را تبلیغ بکند، به مردم برساند. ثالثاً شریعت را اجرا بکند. در تمام این سه مرحله باید معصوم باشد. برای علما ما در امر تبلیغ احکام، رساندن احکام برای مردم نیابت از ائمه علیهم السلام داریم، اما در اجرای احکام ما هیچ گونه دلیلی نداریم از ائمه هدا علیهم السلام که علما حق دارن این کار را، دین را اجرا بکنن و احکام خدا را اجرا بکنن. مثلا احکام برای علما غیر معلومه، یعنی حتی در باب قضا و در باب تعزیرات و در باب حدود و قصاص خیلی از امور اصلا بیان نشده از طرف ائمه اطهار علیهم السلام و به ما نرسیده. کسی که میخواد اینها را اجرا بکند از پیش خود، اگر میخواد چیز اجرا بکند از خب از پیش خود یک چیزهایی بسازد اجرا بکند، خب این که باطله، از پیش خود بسازد، میخواد از ائمه علیهم السلام برسد. خب ما که ادله را دیده ایم، احکام که بیان نشده، اینها واگذار شده به عصر ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام، ایشان تشریف بیارن، خود ایشان مخزن علم الله هستند، اجرا میکنن. لذا ما چیزی به نام حکومت اسلامی نداریم برادر عزیز من در فرهنگ شیعه بدون امام معصوم. نعم با امام معصوم، بعد امام معصوم باشد ایشان حکومت تشکیل بدهند، بله این حکومت تشکیلات داشته باشد یا تشکیلات نداشته باشد، چون ما برای ما واضح نیست که حکومت صاحب الزمان علیه السلام وقتی تشریف میاره چگونه هست. حکومت های دنیوی لشکر دارند، وزارت خانه ها دارند، تشریفات دارند،
امام صاحب الزمان علیه الصلاة و السلام وقتی که تشریف میارند با تزکیه نفسی که حضرت دارند، با طهارت نفسی که دارند، با پاکی قلبی که دارند و قرب خداوند متعالی که دارند، مردم را طوری تربیه میکنند که شاید، من احتمال میدم نه به نحو جزم، بعد از اینکه بر دنیا مسلط شدن شاید احتیاجی به لشکر هم دیگر نباشد، شاید حتی احتیاجی به تشکیلات اینجوری که حکومت ها دارند، تشکیلات بزرگ اینطوری هم نباشد، شاید در هر منطقه یک حاکم یک قاضی باشد، اما اینکه تشکیلات وسیعی که حکومت های امروزی دارند این گونه شاید نباشد. حالا اینا را ما باید صبر بکنیم، امام عصر علیه السلام تشریف بیارن ایشان چگونه انجام میدن. لذا برادر عزیز من، این یک مطلب، حکومت اسلامی اصلا کجای اسلامی؟ کدام حکومت اسلامی؟ شما، من از جماعت دجالیه، اینایی که تشیع را وارد حکومت سازی وارد کردن، من از اینا میخوام که شما بزرگواران میگید که ما حکومت اسلامی دارن در اسلام، خب شما بفرمایید، بیایید این کتاب ها موجوده، خب این فروع کافی را که شما دارید منم دارم، وسائل الشیعه را دارید منم دارم، این کتاب ها موجوده، بحار الانوار موجوده، کلمات ائمه هدا علیهم السلام موجوده، شما بفرمایید اون حکومت اسلامی که شما میگید نشان بدید در این احادیث، شما محبت بکنید اون حکومت اسلامی چه رنگ و بویی داره، ائمه هدا علیهم السلام چه شرایطی برایش تعیین کرده، چگونه اون را تعریف کرده، اون را نشان بدید. اصلا بالعکس، روایات خیلی زیاد که بعضی از اونها صحیحه، بعضی از اونها متواتره، ائمه هدا علیهم السلام منع صریح کردن از قیام، از قیام کردن من صریح فرمودن. خواب بینندگان محترم من، پس آنچه که هست همینه، این افکار حکومت اسلامی بدون امام عصر علیه الصلاة و السلام و بدون امام معصوم علیه الصلاة و السلام، این فکر عمری هست نه فکر شیعی، این فکر عمری هست و در زمان حدود 40 سال پیش، 50 سال پیش، 60 سال پیش، این افکار، کتاب های سید قطب، کتاب های محمد عبدو، کتاب های اخوان المسلمین، اینها را علمای شیعه ایشان مطالعه کردن و تحت تأثیر اونها قرار گرفتن. متاسفانه این احزاب سیاسی شیعه و جریانات سیاسی شیعه و انقلاب ایران، اون نهضتی را که منجر شد به پیروزی، اون قسمتشان که مذهبی بودن، حالا مذهبی هایی هم که در انقلاب شرکت داشتن گروه های مختلف بودن، بعضیشان مارکسیست بودن، بعضیشان کمونیست بودن، چپی بودن، بعضیشان هم که روحانی بودن، اینها افکار خود را از اونجا گرفتن، از افکار عمری سرچشمه گرفت و این را آوردن در قالب شیعی برای مردم عرضه کردن. و الا فقهای شیعه شما ببینید از زمان عصر غیبت و بعد از عصر غیبت، از زمان مرحوم کلینی و شیخ صدوق و مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی، علامه حلی، تا امروز کدام عالم شیعی حرف از حکومت اسلامی زده؟ حرف از حکومت اسلامی زده؟ مقام قضا، بله، مقام قضاوت کردن حکومت نیست، قضاوت کردن برای علما هست، اون درسته، در روایات آمده، اونم فقط در بین مخاصمات بین مردم، حالا اجرای احکامش هم معلوم نیست، اونجا هم اجرای احکام که با ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام اجرای دیات و حدود اینها را به علما واجب گذار کردن، ما قبلا این را بحث را کردیم، اون ثابت نیست، اما قضاوت، بله، برای رفع مخاصمت، اما او حکومت نیست. هیچ یک از علما شیعه دم از این حکومت اسلامی نزده، این یک مطلبی بوده از کاملا اجنبی، کاملا خارج از فرهنگ شیعی، از معارف اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، و من میخواهم که از اینا استفاده بکنم. حالا من فرض بکنید من بی خبر، من نادان، یا از اینم بدتر، من اصلا دست نشانده غربی ها، من یعنی از اجانب مثلا اجیر شدم، خب شما مخلص نسبت بدین، آقای مصباح یزدی شما مخلص، شما عالم، مجتهد، دانا، خب شما بیان بفرمایید، بیا که شما که دم از حکومت اسلام، خب بفرمایید در کجا اهل بیت اطهار علیهم السلام فرموده؟ چرا؟ آیا بزرگترین خیانت به دین نیست که آدم یک چیزی را که در دین نباشه بیای نسبت به دین نسبت بده که این جزء دینه؟ و یک مطلبی به این گندگی، حالا مثلا ببینید دوستان عزیز، مثلا یک امر جزئی که جزء دین نباشه، مثلا مستحبات نماز خواندن، مستحبات دستشویی رفتن، این گناهه که آدم این را بیاد عوض بکنه یک چیزی که جزء این نباشه، بگه این پیغمبر این را فرموده، اهل بیت علیهم السلام این را فرموده، گناهه آدم را
وارد جهنم میکنن، چیز جزء دین نبا، این بدعته. خب در اون امور جزئیه یک امر به نام حکومت که بر از تمام شیعیان شما طلب اطاعت میکنید، از علما آقای رفسنجانی در حالا که با آقای خامنه ای بد شده، در زمان آقای خامنه ای اون زمانی که تازه ایران رهبر ساخت، اونجا آمد سخنرانی کرد نماز جمعه، گفت که تمام مراجع واجبه بر اونا که از آقای خامنه ای اطاعت میکنه. شما نه تنها از عوام شیعه بلکه از تمام مراجع شیعه طلب اطاعت میکنید، طلب پیروی میکنید. خب ما حق نداریم بگیم که کجاست امون دلیل را بیاد. خب این دروغ به این بزرگی را شما آمدید وارد دین کرده اید و هیچ دلیلی هم نداری، خجالت هم نمیکشی. حکومت اسلامی بدون امام زمان علیه السلام هیچ معنا ندارد. علماء شیعه موجود بودن، اصحاب کرامت، اصحاب فقه و فقاهت، اهل تقوا، هیچ کدامش من در آثارش ندیدم که اونا حکومت اسلامی گفته باشن که ما باید حکومت تشکیل بدیم، حکومت اسلامی اینه، شرایطش اینه. در کلام ائمه هدا علیه الصلاة والسلام من ندیدم. بینندگان عزیز هیچ جایی وجود نداره. حالا شما فرض بکنید من جاهل، الله یاری، مطالعه نداره، خبر نداره، یا اصلا این الله یاری اصلا دست نشانده اجنبی ها. خب شما آقای مصباح یزدی، شما آقای مکارم شیرازی، شما خدمت شما عرض بکنم، شمایی که دنبک میزنید میرید اونجا در ملاقات رهبری، خب شما که ادعا دارید کم پاک هستید، خیلی شما بله استاد اخلاق، که ما استاد اخلاق هستیم، اینقدر شما پاک هستید، استاد اخلاق شده اید، فقیه مجتهد، خب بفرمایید، شما بفرمایید، اونا رو به ما نشان بدید. شما حالا بگید که ما با شما هم کلام نمیشیم چون الله یاری خیلی درجهش پایینه، ما با شما هم کلام نمیشیم صحبت. بسیار خوب، با من هم کلام نشید، شما یک سخنرانی بکنید، بگید این سخنرانی در جواب اون کسایی هست که دلیل از ما خواستن، با من اصلا صحبت نکنید، اشکال نداره، شما سطح شما بالا، سطح من پایین. رسول خدا صلی الله علیه و آله حتی با مشرکین هم صحبت میکرد، اون پیغمبر بود، با مشرکین صحبت میکرد. حالا شما فرض بکنید شما از پیغمبر بالاتر، منم از مشرکین بدتر، شما که هیچ وقت حاضر نمیشید با من روبرو مناظره بکنید، چون خود همه عالم میدونه اگر مناظره بکنید روبرو، بله شما کم میارید، مفتضح میشید. حالا ما فرض میکنیم گمان را بهتر میکنیم، میگیم شما مقامتان بالاتر، با من مناظره نمیکنید، شما بفرمایید، شما یک سخنرانی بکنید، به من فقط خبر بدید که این سخنرانی که در فلان جا نشر شده، در فلان وبسایت گذاشتیم ما، این به جواب حرفای الله، اون وقت من جوابتان را من میدهم، یا من استفاده میکنم، یاد میگیرم، یا من جوابتان را میدم، اون وقت مردم هم قضاوت میکنن که اللایاری حرفش ناقص بود و نتوانست جواب بده. برادر عزیز من، همچین چیزی اصلا وجود نداره، همچین چیزی شیعیان آنچه که مکلف هستن در عصر غیبت منتظر بمانند به امام عصر علیه السلام، امر به معروف واجب، نهی از منکر واجب، دعوت به خیر واجب، دعوت به دین خدا واجب، احیاء شعائر اهل بیت علیهم السلام واجب، احیاء فضائل امیر المؤمنین علیه السلام و نشر آنها و نشر دعوت مردم به اطاعت از اهل بیت علیهم السلام واجب، همه اینها واجبه. من نمیگم که مردم دست به دست هم بگیرن هیچ کاری نکنن، این حرف مزخرف رو ما نگفتیم و هیچ یکی از علمای شیعه نگفته، اونطوری که آقای خمینی میگفت نسبت میداد به علماء اهل ولایت، یعنی علماء ولایی محب اهل بیت علیهم السلام، که اینها گفتن که باید، اینها گفتن که باید در عالم گناه زیاد بشود تا امام عصر علیه السلام ظهور بود. کی گفته همچین حرفی را؟ ما این حرف را نه ما گفتیم و نه هیچ احمق دیگر از علمای شیعه این حرف را گفته. تمام ما حرفی که میزنیم، دعوت به خیر واجب، امر به معروف واجب، نهی از منکر واجب، تعلیم دین خدا به مردم واجب، کمک کردن به فقرا لازم، کمک کردن به بیوه زنان واجب، اونهایی که اهل کسب و تجارت هستن، تجارت کردنشان لازمه، باید تجارت بکنن، باید پول در بیارن، پول دار، همه اینها لازم. اما این که آدم بیاد به نام دین قیام بکنه، خودش چون من که اسمت که ندارم، معصوم که نیستم، هوای نفسم که دارم، من بیام حکومت قیام بکنم، مردم هم گفتن بله آقای اللهیاری خیلی با تقواست، خیلی خوب ریشم داره، سیدم هست و امامه هم داره و ماشاءالله فلانه فلانه فلانه، رهبر معظم انقلاب، بیا انقلاب بکن. اون وقت این دست من که علم به مصالح مردم که ندارم، علم به مفاسد مردم که ندارم و علم غیبم که ندارم، اسمت هم که ندارم، اون وقت از من ظلم صادر میشه، عده بیگناه رو اونجا باید اعدام بکنم، عده بیچاره رو اونجا باید زندانی بکنم، عده بینوا رو اونجا حقشان پامال بشه. اون وقت به نام امام صادق علیه السلام، به نام پاک امام عصر علیه السلام، من به مردم ظلم صد آفرین بشه. اگر ظلم میکرد به نام، نمیگفت امام عصر علیه السلام به نام ایشان فرمانشان اینه که من ظلم بکنم،
شما حق سوال کردن از من ندارید چون من نائب امام علیه السلام هستم. ظلم اگر میکرد خب من فاسقه، شاب فاسقه، شراب خورم، از ظلم میکنم. اگر ظلم میکرد به نام خود، به حساب خودش، نظام شاهنشاهی ظلم هم، دولت امریکا اگر ظلم هم میکنه اسلام بدنام نمیشه، دولت پاکستان اگر ظلم میکنه اسلام بدنام نمیشه، تشیع بدنام نمیشه. اما دولتی که به نام مرجع تقلید، به نام شیعه، در دستش اصول کافی، هر حرفی میشه مردم رو میگه بیا اینجا نوشته اصول کافی، شما باید اطاعت بکنید. خب اون سبب چی میشه؟ سبب این میشه که مردم اون ضربه ای را که نه روس بتونه به اسلام بزنه، نه چین بتونه به اسلام بزنه، نه اسرائیل بتونه به اسلام بزنه، نه امریکا بتونه به اسلام بزنه، نه بنی امیه بتونه به اسلام و به تشیع بزنه، اون ضربه را این حکومت اسلامی میزنه. چرا؟ چون دین را بدنام میکنند، 12 امام علیه السلام را بدنام میکنند در عالم. و ما بله امروز در دنیا شما بگردید مذهب بودایی خیلی خوشنامه، مذهب بودایی، دالای لاما خیلی خوشنامه. کسانی که دنیا را گشتن میدانند که چقدر مردم دنیا نسبت ولو مسیحی باشن یهودی باشن نسبت به او اعتقاد دارن، چون یک آدمی به نظر اینها ضررش به کسی نمیرسه، کار خودش انجام میده. اما مذهب شیعه امروز بله آدم کشتن مذهب شیعه. حالا در این 10-15 سال اخیر وهابیت آمده یک کمی بله روی جناح ولایت فقیه را سفید کرده، اما این بدنامی از شیعه هنوز پاک نشده که ظلم کردن به مردم، به عوام، به بقیه مردم، به نام اهل بیت علیه السلام را حکومت ایران انجام میده و احزابی که گوشه و کنار از طرف از او پیروی میکنه انجام میده. بینندگان عزیز من، لذا ما نمیگیم که مردم هیچ کاری نکنن، مردم همه کارهای مباح و مشروع را انجام بدهند، اما این که قیام بکنن و بخواهن ما دولت تشکیل بدیم، این را اهل بیت علیه السلام نفرموده، بلکه بالعکس فرموده شما صبر بکنید، صبر بکنید، صبر. و فرمودن اهل بیت علیه السلام شما دولت تشکیل بدهید، این ضررش برای ما بیشتره و مکروهش برای ما بیشتره و گزندش برای دین بیشتره. و بنازم امام صادق علیه السلام را اون لسان صدقش را که این را ما به چشم و به عیان خود دیدیم که حکومت ایران گزندش و ضررش به تشیع به مراتب بیشتر از فایدهش بوده. خب دوستان محترم من، حالا اونها میگن که بله یک وقتی اگر یک ظالمی بیاد حمله بکند ما چیکار بکنیم؟ حکم اسلام این هست، امون حکم مرحوم صاحب جواهر. مثلا یک ظالمی بر یک کشور اسلامی حمله میکنه، یک وقتی این ظالم به مردم کاری ندارد، مثلا فقط میخواد این حکومت را از بین ببرد بیاد خودش حکومت بکنه، مثلا اگر این طوری باشد اینجا لازم نیست که مردم جهاد بکنه، قیام بکنه. مثلا علامه حلی با شیعیان در عراق زندگی میکنند زیر دولت بنی عباس، هلاکو خان آمد به عراق حمله کرد. خب هلاکو خان کافر بود، یک کافر آمده بر سرزمین های اسلامی حمله بکنه، اما او با مسلمان ها کاری نداره، آمده که دولت را به خب علامه حلی هیچ کاری نه، نه جهاد کرد نه کاری دیگر. اسلام نگفته شما هر جا ظالمی آمد میخواد یک جای را کشور گشایی بکنه شما با اونم بجنگید، بزنه نوش جانش. امریکا آمده صدام را بزنه نوش جانش بزنه. من احمقم که بیام اینجا بر علیه امریکا جهاد اعلان میکنم که تو چرا آمدی بر کشور اسلامی به عراق؟ امریکا آمده در افغانستان که طالبان را بزنه، آفرین دستت درد نکنه، میگم از اون صلاح پیشرفته تر نداری بزن دستت. من مگر احمقم بیدینم که من بگم او بیلا امریکا آمده افغانستان بیا جهاد بکن با امریکا؟ یک وقتی اینطوری هست با مردم کاری نداره، حکم اسلام اینه، اینطوری نگید که الله ایری از امریکا پول گرفته اینا رو میسازه، اصلا حکم شریعت همینه. یک وقتی دیگر دولت خارجی میاد که مردم را، من آمدم که این شهر را مردمش را بکشم، یک مثلا یک کافری، یک پادشاه کافری، یک ظالم یا مسلمان، اونجا لازمه که مردم قیام بکنن، اونجا مردم لازمه قیام. تو نیامدی که با فلان کافر بجنگی، با فلان ظالم، تو آمدی که مرا بکشی، زن و بچه مرا بکشی، یا ما را مسیحی بسازی، یا ما را یهودی بسازی، آمدی یا ما آمدی که مثلا نوامیس ما را بی عفتی بکن. اونجا لازمه، اون هم نه از برای تشکیل دولت، از برای دفع این بلا. فقط همین که این بلا را دفع کردن دیگر دولت و حساب و کتاب، اونا فساقی موجود هستن که اونا خودش هم دولت تشکیل میدن و شما اگر با اونها هم دست بشید باید مثل اونا فاسق بشید. اینه برادر عزیز من، نظر من و نظر
فقهای شیعه درباره حکومت اسلامی قاطبه 99% فقهای شیعه نظرشان اینه. عده ای هستند که مثلا نظرشان شاذ شاید مخالف من باشد، اما اونها قابل اعتنا نیستند و اونها اصلا در اجتهاد اونها شک، مانند آقای نراقی و اینها. خیلی خوب دوستان عزیز بیننده، این عرایض بنده بود که خدمت شما به عرض رساندم و الله با شما خداحافظی میکنم. خیلی از دوستان پشت خط منتظرن اما وقت برنامه تمام شده. یا حیدر مدد، یا صفدر مدد، یا شاه خیبر گشا مدد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.